اینجا گذشت، گذشت اینجا خودت بود که وقتی که مجمع داخل شدن دیگه این معسرین اول کلش از تیغ کشید. اول خوب محافظ ما را زده بود که مدان دروازه وقتی میز و چوکی کرد یک مرمی او را زده. بعد از این پنج سمف ما داشتیم، پنج سمف ما داشتیم که سه سمف اداره آمه بود و دو سمف هم حقوق. و این پنج سمف ما دیگه خدا نکه چقدر دور بر آمده باشه بود و چقدر شد شد. هستیم و این سمپ که شما میبینین و میال ما همراهتون مصاحبه داریم، دی سمپ 14 نفر شهید شدن و متاسفانه که سمپ در منزل اول قرار داره و وقتی که مهاجم انتحاری از دروازه داخل میشه تا که محصلین خود عیار میکنه و این مهاجم میرسه به صحنه، ولو که دی منزل اول بودن باید محصلین اونقدر طلب نمی داشتن به خاطر که کلکینا نزدیک بودن و یا می توانستن از کلکینا خود او طرف بندازن، اما از اینکه مهاجم یار غافل گیر کردن و رسیدن و این حمله وحشیانه را انجام دادن و محصلین ما را شهید ساخت. سره لدی چیز ما حاصله نه یم، ولی بیا می هم غوښتل چې په نننی لاریون کې برخه واخلم ترڅو د هغه کسانو غږ پورته شي چې د تېرې ورځې په پیښه کې ځانونه له لاسه ورکړي دي یا هم ټپیان شوي دي، او همدارنګه په هغه تعلیمي مراکزو باندې چې بریدونه ترسره شوي دي او ډېر شمېر ځوانان، ډېر شمېر محصلین، ډېر شمېر زده کوونکو خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي، د هغوی د کورنیو غږ بالاخره باید پورته شي. خواستم از دولت افغانستان همی است، از مخصوصا از استخبارات افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی، عاملین از این قضیه در هر نقطه یک افغانستان که است، در هر صد سویه که است باید گرفتار شود. به خاطر از این که امروز در پانتون کابل بدون شک وقتی که یک کسی نباشه، شاید استاد باشه، شاید کسی دیگه باشه، در اینجا همکاری کرده باشند تا او ترورست ها رو داخل برده باشند، امیدوار هستم که اینا گرفتار و پنجه قانون سپرده شوند. Thank you.